سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت به گونه زنده با من هادی سعیدی از نور هستید. برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در ششم میزان میسر خواهد بود. رئیس جمهور غنی در نشست کابینه تاکید کرده است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان قطعی است و بیشتر مصارف آن از جانب حکومت پرداخته می شود. اما تنها چالش بر سر راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مسئله بودجه است. این در حالی است که ابهامات هنوز وجود دارد که صلح اولویت باشد یا انتخابات. همچنان این در این مورد دیدگاه کلی حکومت، هر دو جانب حکومت هم یکی نیست. با این حال عضو ارشد طالبان هم، یعنی عضو ارشد گفتگو کننده طالبان، هشدار داده است که در صورتی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از توافق صلح صورت بگیرد، طالبان نیروهای آمریکایی در افغانستان را آماج قرار خواهند داد. یعنی راضی نیستند که انتخابات قبل از توافق رسیدن به صلح این برگزار شود. نهادهای ناظر انتخابات هم تاکید دارند که زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول برای مردم افغانستان در ششم میزان میسر نیست. سرانجام انتخابات برگزار خواهد شد با این همه چالش ها و مشکلات. بحث میکنیم در همین رابطه با حضور آقایان، آقای سید احمد سیلاب عضو مجلس نمایندگان، آقای برهان الدین خلیلی آگاه مسائل انتخاباتی و آقای خپلواک معاون کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات که دقایق بعد تشریف میآورند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدیم به برنامه. سلامت. آقای سیلاب، میخوایم بس را با شما آغاز بکنم. حالا دیدگاه ها شکل گرفتند که مسئله انتخابات و صلح در یک گریه محکم خوردند و یعنی تفکیک این دو بسیار یعنی دشوار است. یکی میگه که باید اولویت صلح باشه و دیگری میگه که انتخابات باشه. دیدگاه شما چی است؟ واقعا پیش از توافق صلح، اگر قرار باشه صلح صورت بگیره، توافق به میان بیاد در مورد صلح با طالبان، این انتخابات زمینیش فراهم خواهد بود و دیدگاه های جمعی جامعه جهانی مثلا طرفین توافق خواهند کرد برای برگزاری انتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در سنمخ که تست گران دوست تست در تلویزیون امکاران و طول و منوال تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تست گوری در صلح و انتخابات دوی جلا جلا موضوع ویدی ولی نن دوار سره لکه تاسو چې مخکې وویل سره غوټه سوي دي یو په بل په لازم ملزم دي. اول غواړم چې پر صلح باندې بحث ولرو. تاسو وګورئ، صلح د لوی مهربانه بېنیاز ستر ځواکمن او قادر پروردګار امر دی، د پیغمبرانو سنت دی او د نن ورځې اړین او حیاتي ضرورت دی. یعنې موږ نسو کولی چې بدون د صلح څخه و یو قانونی آزاد و شفاف و او مقنی انتخابات رسیدگی وکړو او یا داسې انتخابات رامنځته کړو. د بل طرفه څخه حکومت د آزاد و شفاف و قانونی او سری انتخاباتو په رامنځته کولو باندې مسؤلیت او مکلفیت لري. اوس نو زما سره خپله څو اندېښنې دي او سوالونه دي. اول، حکومت چې غواړي انتخابات وکړي، آیا د افغانستان دقیقه احصایه د حکومت سره ورسره ده که نه ده؟ موږ څومره رایې ورکوونکي لرو؟ واجد شرایط څومره کسان لرو چې واجد شرایط چې دوی رایه ورکړي؟ د دې د جملې څخه څومره ښځینه دي او څومره نارینه واجد شرایط دي؟ د هغو د جملې څخه بیا څومره په ښار کې اوسېږي، څومره په ولسوالۍ او کلي کې اوسېږي؟ د دې د جملې څخه څومره زمینه د ښار و خلکو ته د رای ورکولو مساعده ده او څومره زمینه د کلي او ولسوالۍ ده؟ تاسو وګورئ، نیم نفوس په ولسوالۍ او په کلي کې د افغانستان نیم نفوس پروت دی چې د زراعت او مالدارۍ د لارې څخه خپل د ژوند مشکلات او ضروریات رفع کوي. اوس نو که داسې انتخابات وي لکه تېر ریاست جمهوري انتخابات او یا هم د ولسی جرګې انتخابات چې د ښار و خلکو ته د رای ورکولو زمینه مساعده سوله او په ولسوالۍ کې صرف د ولسوال د دفتر او د قمندانی امنیه پر شاوخوا باندې چې کوم کورونه راګرځېدلي دي هغو ته فقط زمینه د رای ورکولو مساعده سوله. د هغه څخه وروسته دغه بایومیټریک الې چې دوی اوس یې کاروي او دوی د شفافو او قانوني انتخاباتو ادعا کوي او تضمین کوي
دغه بایومیټریک الو څخه سټیکر راووتله او پر دغه باندې پر رایو باندې ومشتله او هغه رایه د یو چا په ګټه باندې استفاده سوله او بالاخره په کمیسون کې هم دا رایه صرف سوله. اوس نو که دا رقم انتخابات لکه په ولسي جرګې کې چې وسوله او په دغه رقم د درغلیو څخه ډک و چې په میاشتو باندې د هغه نتیجه نه یې لاندې افغانستان یې هم د بحران خواته بوتئ په نړیواله سطحه د منطقې په سطحه او د پرامنطقې په سطحه باندې د انتخاباتو د په انتخاباتو کې او د انتخاباتو په نه مدیریت باندې بدنام کوي. زه فکر کوم چې د دې څخه نه انتخابات بهتر دی چې بیا افغانستان و بل بحران. شما از این انتخابات گذشته یاد کردین، یعنی باور مردم بر این است یا همین فرهنگ نهادی نشده در افغانستان که حالا اگر به انتخابات 2014 برگردیم یک انتخاباتی بود که خب از دلش اینمی حکومت وحدت ملی به وجود آمد، یک تقلب گسترده، تقلب سازمانیافته در اون صورت گرفت که حتی منجر به بیرون شدن یک حکومت توافقی خلاف قانون یعنی زمینش فراهم شد. انتخابات 2017 یا انتخابات ولسی جرگه که شما اشتراک داشتین، خب نظارت داشتین که با چی مشکلات و چالش ها فراهم شده بود. خب همین انتخابات که یگانه مرجع قانونی یا یگانه راهی است که قدرت هم میتونیم حصول بکنیم و باورها بر همین مسئله خیلی کم شده، باور مردم خیلی کم شده و مردم دیگر باور ندارن با توجه به همی تقلب هایی که صورت میگیره. پس چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که با همون مشکلاتی که هنوز پابرجاست در شش میزان که کمتر از دو ماه یا کمتر از سه ماه باقی مانده این انتخابات برگزار شود با این همه گستردگی که تنها بس انتخابات ریاست جمهوری نیست، انتخابات شورای ولایتی هم در پهلو این است، این انتخابات شورای ولسوالی است، انتخابات ولایت غزنی است، چهار انتخابات همزمان برگزار کردنش فکر میکنین در توان این کمیسیون باشد؟ به فکر ما این مشکل چی که ناممکن است؟ چون اینا به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه اینا ظرفیت نداشت چه ماند که سه چهار انتخابات در یک جای بکنه. من یک مثالش میگم برتان، ما اسناد مستند سی دی و کلگی چیزها رو به همه کمیسیون انتخابات بردیم و کلگی رو مستند بره رهبریش به رئیس و به کمیشنرهاش ماندیم که این تقریبا اگر 5% تکلب در ساحه شده باشه تقریبا 95% تکلب در خودی کمیسیون شده و صندوق ها در خودی کمیسیون پر شده و این اسناد است. یعنی پلمبرداری پر کردن صندوق ها را برش دادیم. کسایی که کارمندای اینا که هم صندوق ها را باز میکنه و آرار باز کاندیدا را اوسو میکنه و به جایش رای کاندیدان مشخص در او صندوق ها میندازه، همه کل در طولشان مستند وروشواله، پلمبرداری مورته وروشواله. یوازی د دینه تقریبا تر 2000 اسناد مستند یوازی د کندهار په مورید کې د انتخابات مور ورته دغه کړله ورته وروښوله. دوی ویل چې په زرد د درې ورځې کې به ټوله څرنوالۍ ته معرفي او دوی به مومن خروج وي. نه یوازی چې څرنوالۍ ته معرفي نسول مومن خروج ونسول، دا دی اوس په دغه انتخاباتو کې بیرته د سره څخه بیرته د دوی سره قرارداد شوی دی، هغه په فساد باندې شکل چې اسناد مستند وباندې هغه بیرته هلته ورکړه. اوس نو په تېرې انتخاباتو کې خو ما یو بانه درلودله، هر ځوان به مې د کوره څخه راویسته یو درې دقیقې پنځه دقیقې لس دقیقې به مې د هغه سره خبرې کولې چې تاسو راسئ، ستاسو رایه ستاسو راتلونکی دی، ستاسو رایه ستاسو د هېواد راتلونکی دی، ستاسو رایه ستاسو د راتلونکي د ښه تضمین کوي، تاسو راسئ. دا یو وهم دی چې ستاسو سره دی، ستاسو رایه رنګ راوي، ستاسو رایه سرنوشت سازه ده، ستاسو رایه که تاسو رایه ونه کاروئ ستاسو رایه به په بازار سیاه کې په $2 $15 $10 خرڅېږي. مختلف رقم باندې مو دوی ته قناعت ورکوئ تر څو دوی د کوره څخه د انتخاباتو په ورځ باندې راوباسو او دوی په ولاړ سي په قطار کې ودرېږي، د خپلو مشروع او قانوني حقوقو څخه دفاع وکړي، د خپل حقوق مدني څخه دفاع وکړي او خپل رایه استفاده کړي. دا په هغه وخت کې موږ یو بانه درلودله. اوس د دې پلازه څه شي ورته وایم، هغه اگر خپل د ولایت اوسیدون کې د یا د خپل د افغانستان د ټول افغانستان اوسیدون کې د زه چی شي بانه ولرم، په کم په څه رقم باندې دوی ته قناعت ورکړم چې ته راووځه رای د رایو د استفاده وکړه، در حالې چې خپله
رئیس اجرائیه ډاکټر صاحب عبدالله و د شپارس ولس نور نوماندان د ولسمجری ز ټاکونو دغه وسې یو افات او شاهات یو وهم د خلکو په زړه کې خبر کړی دی چې په انتخاباتو کې تکلف کې تر اوسه انتخابات شروع شوی نه دی دوی په تکلف باندې خبر دی ما سره خپل دغه سوال دی چې تر اوسه انتخابات میکانیزم د انتخاباتو نه دی معلوم لیکن اوازی دی ا دوی خپل پر مطبوعاتو باندې تاسو شاید د سانس چې دوی وای دوی رښتیا وای چې په انتخاباتو کې تکلف کې ځکه په تا انتخابات کې تکلف زو ته نه کو په انتخابات کې دغه نوماندان تکلف کوي دوی د وست څخه لا خپل ځان تلیبی کوي وست تشکر میکنم آقای صاحب بعدم به شما برمیگردم لار اواروی تشکر میکنم تر څو د خلکو از هم ورسره آماده کړم تشکر سره آقای خلی بحثی آقای سیلاب را هم شنیدین میخوایم دوباره مطرح بکنم از شما خب تجربه نشان داده که حالا در مواقعی که به این حد حساس نبوده مسئله انتخابات حالا مثلا اگر موردی بشماریم صلح یک مورد چالش در فراراه انتخابات همین که مثلا تفکیک نمیشه که قبل یعنی صلح جاگزین انتخابات میشه یا انتخابات جاگزین صلح میشه میان این دو تفکیک نکرده حکومت خیلی مطمئن نیست کمیسیون های انتخابات خیلی مطمئن نیستن بحث مثلا عدم تمویل و اراده جامعه جهانی از پروسه انتخابات چالش دیگر حالا همون مشکلات هایی که در انتخابات البته پارلمانی موجود بود همون مشکلات چالش های تکنیکی هنوز هم باقی مانده مثلا فهرست رای دهندگان مسئله بایومتریک استفاده از این وسایل حالا با توجه به امین مشکلات و چالش ها ششی میزان یک تاریخی است که حالا تغییر نکند و انتخابات در همین تاریخ برگزار شود بسم الله الرحمن الرحیم جزی شما و میمان گرامی وکیل صاحب محترم بینندگان زندور همونطوری که جای وکیل صاحب فرمودن ما شاهد انتخابات هایی که در گذشته بودیم باقی مگوهایی بوده که نتونستیم انتخاباتی که بعد از انتخاب برگزار میشه بهتر برگزار شد هر انتخاباتی که ابتدایی ترین شرایط نما بودیم مراتب از انتخابات بعدش کده خوبتر و بهترتر بوده به جایی که آگاهی های بیشتر میشه و بر موارد میان مسلط میشن بهتر برگزار بکنن و به شفافتر باشه انتخابات ها متاسفانه به او دیده میشه که به مسیر اصلیش نمیره همون با حکومت افغانستان و دوره هایی که بعد دیده شد که در گذشته دو دور انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پارلمان در مثلا شورای مجلس اینها بر مسائل انتخابات حکومت زیاد شدیدن مداخله حکومت اونجا وجود داشته که باعث کندی روان میشه باعث بین راف بردن روان پروسه ملی شده میشه هنوز هم اظهاراتی که از نامزدان میشه و به ویژه یکی از بدنهایی که دکتر سید عبدالله که شریک قدرت هست اینا میشه طبعا اینا با امو تجربه گذشته این حرفا رو میان میزنن در گذشته هم مثلا جناب دکتر سید عبدالله اشاره داشتن که اگر یعنی تجربه انتخابات 2014 تکرار شود یعنی برای مردم افغانستان قابل قبول نیست همین نگرانی که مطرح میکنه آقای عبدالله از کدام نگرانی صحبت میکنه یعنی چی چیزی را درک کرده که همین مسئله را مطرح میکنه آمادگی های در انتخابات ریاست جمهوری 2014 به مراتب بیشتر بود و همو روند منطقی تری هم در اونجا وجود داشت و حمایت های مالی اینها هم از کمیسیون ها بود صورت می گرفت که در او شرایط بدون اینکه با او دشواری و سختی نتونستن مدیریت کنن انتخابات حالا که هم مسئله بودجه مطرح است هم افراد اشخاصی که آمدن تازه به کمیسیون ها آمدن و گزینش هم که اینا شدن خیلی مسئولیت مثل گذشته نیستن که اینا را نامزدان انتخاباتی آمدن روان کردن چون در خلاف قانون است و اینا خیلی مثل کمیسیونرهای گذشته نیستن که با یک وزن چی داشته باشن همین کمیشنران فعلی بله همین کمیشنران فعلی چرا اینا خو انتخابی هستن از یک مکانیزم جدید رفتن کمیشنر شدن چرا مثلا که اینا قانون نیستن از مکانیزمی که رفتن مکانیزم بر مبنای قانون نیست خلاف قانون است و اینا او مشروعیت قانونی خود ندارن همون کمیشنران قبلی که به اساس قانون آمده بودن باور مردم به ایست که اونا نسبت به یا مشروعیت دارن چون وقتی که برایندی از کاری از او مشروعیت پیدا میکنه و او پروسه قبول میشه و
وکلا میان را پیدا میکنن، مجلس می افتا میشه دیگه، جرایی میرم که بر پای به اونا اتهاماتی که نسبت به اونا بود و اتهامات هم دیده میشه که یک سرش یا واهی است یا به نحوی که اینا را به حاشیه ببرن و کسایی میرن، این مسائل در اوج مطرح میشه، از لابلای گفته های خودی از وام مطرح میشه و در محاکم و دادگاه هم که اونا رفتن تا هنوز بحث هم که شده روشن نیست که به اونا چی جرایمی یا چی کارهای اونا در جریان پروسه انتخابات مرتکب شدن که به مردم روشن نیست، برای واضح نکردن، نگفتن. اینا برمیگردونه به اینکه یک ساختاری به وجود آمده که این پاسخگو نیست برای مردم افغانستان و جوابگو نیست و اینا نمیتونن مسئولیتشون رو به شکل شاید و بایدشون در انتخابات که با این همه سختی‌ها و درشتیاش همال تازه شما میریم، ما دو یا دو نیو بعد به انتخابات میریم، ما طرز عمل‌ها و کارشوهای انتخاباتی هنوز روشن نیست، هر روز مراکز و محلات رایدهی روشن نیست، هنوز جاهایی که امنیت بخواستم میرم بپرسم که این با توجه به مشکلات دیگه که آقای خلیلی هست، چه مشکلات تکنیکی و مثلا ساختاری و میکانیزمی سر راه انتخابات وجود داره؟ تا معلومات شما چی هست؟ چقدر کار کردن همین کمیشتران؟ دقیقا در انتخاباتی که انتخابات پارلمانی بود، بعد مسئله بایومتریک شدیدن مطرح بود و کسانی که نامزد بودن و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که در پروسه انتخابات داخل بودن، دو نهاد فیفا و تیفا که مرتبط به انتخابات کار میکنن، اینا شدیدن سر بایومتریک تاکید میکردن و اختلاف دیدگاه و نظرها هم در اینجا بود. یکی از جایی بود که اینمی کمیسیون با اینمی دم و دستگاه توانایی برگزاری انتخابات به شکل برقی و الکترونیکش نداره. ما بهتر است که انتخابات به شکل سنتیش که قبلا برگزار کردیم بهتر برگزار میشد. در نتیجه هم همین شد که بایومتریک نتیجه نداد و به افتضاح رفت و هنوز هم که سر صداهای کسایی که نامزد بودن هنوز هم وجود دارن، هنوز هم در تحسن هستن، هنوز هم ادعا دارن که ما آرای ما باطل شده و کسانی که وکیل نبودن وکیل شدن و ما که وکیل هستیم ما را از دست گرفتن. واضح شد که این بایومتریک باعث یک کشیدگی کلانی در درون مثلا پروسه انتخابات شد و این را کمیسیون انتخاباتی مدیریت کرده نتونستن. سرانجام آمد خیلی از این وکلایی که امروز آمدن انتصابی هستن و اینا آرای کسانی که رای داشتن بیرون ریخته شد و کسایی که رای نداشتن به اساس تقلب اینا آمدن صندوق‌ها را پر کردن، یا اینکه در خود کمیسیون‌ها در داخل خود کمیسیون مرکزی آمدن اینها ساخت و باخت صورت گرفت و در ساحه‌ای که در ولایات یک چیز بود داخل مرکز آمد چیز دیگه، این نتیجه از اون برآمد. این بوریست که این کمیشنران و این دو کمیسیونی که بودن اینا بر مواردی در کمیسیون مسلط نبودن، اینا دست‌ها یا پیدا و پنهان در درون کمیسیون از جاهای دیگری بود که اونا میومدن این کارا رو مدیریت میکردن و یک عمل رو انجام میدادن، در اختیار انسان قرار میدادن و اینا مثلا جالب میکرد. در آخرین روزها هم دیدیم که اعلان از کار در یک جای بود و اعلان از جاهای دیگر میشد. این به معنی از است که حکومت شدیداً در مسئله انتخابات در مسئله کار کمیسیون ها دخیل است، مداخله میکنه و استقلالیتی که در این دو نهادی که مستقل باید کار بکنه استقلالیت وجود نداره. تا زمانی که استقلالیت به وجود نیاید انتخابات از اون برآیندی که ما بخوایم به خواست مردم افغانستان باشه قطعا ممکن نخواهد بود. و این کمیسیون هایی که فعلا کار میکنن با وضعیتی که وجود داره در انتخابات ریاست جمهوری بهتر است که اینا به تعویق بندازن و در شش میزان برگزاری انتخابات هر نوع تعویق ادامه ای کار امین حکومت باشه و تعویق دیگه، یعنی یک تعویق دیگه را پای هم داشته باشه، تکرار شه و این مسائل. حالا که ما و شما یعنی چندین دور امین مسئله را شاهد بودیم، تمایل نداشتن جامعه جهانی، کسایی که در گذشته به انتخابات های افغانستان کمک میکردن و کمک های شاید خوبی هم کردن و آمدن نظارت کردن در تفتیش 100% آرا از بسیار از ناظرین دنیا آمدن در اینجا امروز علاقه ندارن و حتی در مسئله بودجهش هم که تمایل ندارن، و معنای از است که کار به شکل اونطوری که باید باشه نیست. اونا تجربه هست هم تجربه شون علاقه ندارن، به چی ندارن، به می به خاطر حکومت افغانستان باید زمینه و یا فرصتی خوبتر و درستر در میان در اختیار کمیسیون قرار بده که اینا بتونن کار انجام بدن، نه اینکه هر تمدیدی که میشه هر تغییری که به وجود میاد اینا برن استراحت باشن. اینا باید این کار بکنن، 6 ماه یک سال وقت میان، متاسفانه هر تغییری که اومده کمیسیون منفعل بوده، کار نکردن، تبلیغات نکردن، آگاهی ندادن و برای اون جاهایی که باید کار میشده در اونجا هیچ حرکت صورت نگرفته. همه تو قرار بشه که تغییرم باید بیا و مطمئن نگه به این شکل باشه، بازم نتیجه
اون چرا نمیتونه تشکر میکنم آقای سیلاب بحثی امین میخوایم دوباره امین پرسش مطرح کنم که حالا امین صلح انتخابات مشخص نیست که کدامش برای جامعه جهانی اولویت دارد مثلا طالبان تاکید دارن به عنوان طرفی اصلی یعنی منازعه در افغانستان اونا تاکید میکنن که باید انتخابات برگزار نشن و اگر گفتن که انتخابات برگزار شود جنگشان را با امریکایی ها ادامه میدهند یعنی از وی ارشد اینا مثلا آقای سانگزه مطرح کرده همین حرف را همین اظهارات را یعنی اینطور استنباط کرده میتونیم با توجه به همین که حالا وضعیت در یک وضعیتی یعنی ما و شما موافقه قرار داریم آنچه که حکومت افغانستان هم میگه که مثلا توافق نزدیک است امریکایی ها هم باور دارند که به یک موافقه و توافق میرسیم پس امین به نظر شما بازی ها چگونه است؟ آیا واقعا مردم افغانستان امیدوار به برگزاری انتخابات باشند آمادگی برای برگزاری انتخابات یا رفتن به سوی انتخابات بگیرند یا اینکه حالا انتظار یک توافق را بکشند حالا بحث های هم مطرح میشه مثلا که حکومت سرپرست ایجاد شود و انتخابات به تعویق بفته یا حکومت به کارش ادامه بدهد یعنی منفعت مردم افغانستان در میان امین همه یعنی چالش ها و موضوعاتی که وجود داره در فضای سیاسی افغانستان کدامش در کدام یکش است شما ببینین یک طرف قضیه طالب است دیگر طرف قضیه ناتو یا جامعه جهانی است دیگر طرف قضیه حکومت وحدت ملی است اگر این گفه طالب ها زده باشه که انتخابات به تعویق بندازه داد وزن دیجی او صلح تیدی اولویت ورکی زبایم چه ده خوی یو دیر شایسته زیر دی ده ایوادوالو ده فاره این ده پدیم انا بندی چه تالیبان واکن واری چه صلح وکی ده خوی دیر شقه برده زو تی زبا اغا وقت خپل رای استفاده کما چه جوندهی پاته سما یا زبا اغا وقت خپل رای استفاده کما چه زما ده کور ده غرو امنیت خوندیوی زبا اغا وقت په آرام او اعصاب باندې د خپل هیواد او د ځان درتلونکې د لپاره رای استفاده کوم چې زه روحاً جسماً ذهناً آرام اوسېږم وخت چې زما امنیت نه خوندي وخت چې زما د کورنۍ امنیت نه خوندي وخت چې زه خپل مرګم په خپل سترګو وینم او د دې وڅنګ ته په دې باندې باور باندې میم چې زما رای ځای نه نیسي زما رای سرنوشت ساز نه ده په افغانستان کې قوانین د مصلحتونو قرباني کیږي بیا نو زه لیونه یمه چې خپل رای استفاده کوم ولې خپل رای استفاده کوم زه دا ټول هغه اندیښنې دي چې زما سره د یو افغان په صفت باندې د ولس د یو استاد په صفت باندې زما سره دي ما مخکې مې ورز وکړې چې صلح ته باید اولویت ورکول سي په هر قیمت باندې چې صلح باید وسي انتخاباتو ته تر صلح هغه خلک ترجیح ورکوي چې انتخابات دي وسي چې خپل د کورنۍ څخه څوک زخمی شهید معلول مایوب نه یور کړي تاسو اوس وګورئ دغه کسان چې انتخابات واړي چې وی کی د دوی څخه تاسو پښتنه وکړي چې اول د دوی کورونه په کم ځای کې دي د هغه څخه ورسته ته د دوی پښتنه وکړي چې د دوی څخه یو څوک پښتنه وکړي تاسو پښتنه ځنه وکړي چې د دوی د کورنۍ یو غړی په دغه تفلسوي جګړه کې د منځ څخه تللی دي یا د دې د کورنۍ ته منسوب یو څوک د منځ څخه تللې دی وخت چې یو څوک درد نه پیژني او ته د درد پښتنه زنګې چې کم ځای دی درد کوي فکر کوم دا د انسان پر بی سواده او پر کم عقلی باندې دلالت کوي هغه درد نه پیژني هغه شهید نه پیژني هغه زخمی نه پیژني هغه رنز نه پیژني هغه کړهونه نه پیژني او موږ د دې پښتنه ځنې کو چې درد یعنی چی شي شهادت یعنی چی شي زخمی یعنی چی شي په هیڅ وجه باندې زوایم چې ولس باید ولس باید ځان امژغی کې ټول سره په هر قیمت باندې چې موږ د سولې سولې یو زموږ ارمان دی سولې زموږ د ژوند بقا ده سولې زموږ عزت دی سولې زموږ پرمختګ دی سولې 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 ژوند دی اوس نو یو بل تخنیکی اول دغه کمیسون دی دغه خپل کمیسون د انتخاباتو تاسو اوس وګورئ ځینې تر دغه تر مخ د انتخاباتو د نیټې تر دریلو مخکې کمپاینونه شروع کړي دي ځینې نوماندانو په مختلفو نومونو باندې کمپاینونه شروع کړي دي ولې د دغه کمیسون د انتخاباتو څخه په دوی کې یو نفر جریمانه سو دا یو نه دی تقریبا دغه اتلس سره ټولو
په مختلفو نامو باندې په مختلفو جلسو په مختلفو طریقو په مختلفو ځایونو باندې آقای سیلاب دغه ولی منسوی نه دی ولی دوی دغه یعنی دا معنی لري چې کمیسیون هم دلته استقلال نه دی بل په کمیسیون کې اکثره غړي مسلکیم نه دي د دې یعنی د دې توانایي ولکه موږ چې دوسو له دې توانایي او ظرفیت نه لري چې دغه انتخابات دوی مدیریت کې یو بل ډیره د اندیشنې وړ خبره دا ده چې ما مخکې یو اشاره ورته وکړه لیکن یو جزء پاتې سو موږ ته په افغانستان د کیک عیسایانه د معلومات چې په څونه رای ورکوونکو باندې دغه انتخابات مشروعیت پیدا کوي ته پلی د کیک عیسایا پیدا کوي چې د افغانستان کې څومره رای ورکوونکو دي او څومره شذ او څومره نارین د دغه د جملې څخه چې څومره رای استفاده کوي بیانو 50 جمعیو کېږي او دغه انتخابات مشروعیت پیدا کوي بیشتر از 9 میلیون مګه ما ثبت نام داریم اما این فهرست است که خیلی ها تاکید نمی کنند مشخصا مثلا نهادهای ناظر انتخابات هم باور ندارند که این به این مقدار یا به این تعداد افراد ثبت نام کرده باشند برای رفتن به انتخابات و رای‌دهی اما کمیسیون تاکید می کند که بیشتر از 9 میلیون ما یعنی رای‌دهنده ثبت نام کردند اما این اینمی هم یک خودش یک چالش است که می تصفیه نشده که واقعا همی افراد ثبت نام کردن یا نکردن این آگاهی مطلق اینا وجود نداره از موج بحثم پر دی باندې او از موج اندیشنم پر دی باندې د دا تروسه پر فلټر سوی نه دی دغه لیستونه د رای ورکون کو ده دا تروسه پر فلټر سوی انتخابات جدی نه هدا نظر انتخابات بله دا ما په د انتخاباتو کې ګډون کړی زه اوس داسې وایم لکه د انتخاباتو مسلکی زګج په درې انتخاباتو کې نوماندوم نو په دغه حساب کې یو پلا شورا ویلتی بیا په شورا ویلتی کې اوس هم پارلمان کې یعنی اوس هم مسلکی سوې مزه فکر کوم چې ډیر کم خلک به داسې مسلکی ویل کې یو نومان ځکه چې یو نومان تر ټول اړخونه معلومیږي دغه ځکه الته خپل مستند د ثانیه شاید و مالته ځینې چې کیسې او خبرې کوي هغه شان ټول زما مخته تیر شول زه درته وایم چې همدغه شان چې وسط موږ تاسې بحث سره پر کوو دغه ویډیو هم موږ سم شکایت هم کمیسیون د انتخابات دغه کمیسیون د انتخابات ته مرګ مګر یو نفر په دغه پاس د جرم پر اساس باندې نه دی مجازات شوی تر څو دلته د اولس قناعت اصل سي تاسو وګورئ الته په ځینو ساحو کې تاسو په جریان کې په ځینو ساحو کې د رای ورکوونکو د هغه ځای د اوسیدونکو دا هغه ځای تر اوسیدونکو د رای ورکوونکو لیست اوږد و ولې په ځینو ځایو کې بیا د هغه ځای اوسیدونکو نومونه په هغه لیست کې نه وه بله از یک ولایت حتی به ولایت دیګه رفته جالبه یو بل شی وه زه فکر کوم چې اکثره لیدونکي خپل په سترګو باندې دا صحنه لیدلې ده مثلا یو نومان دلته د ولسي جرګې یو نومان په یو مرکز کې په یو مرکز په یو محل کې الته پر هغه صندوق باندې نیوشته وای یا پر هغه وتاک باندې نیوشته وای چې میم دال جیم یا الف بیتی یعنی په دغه محل کې هغه کسان رای ورکولای شي چې نوم یې په الف باندې په بی باندې او په تی باندې یا په دال باندې شروع شوی یعنی احمد محمود او یا هم داوود په دغه رقم باندې چې هغه د تورې د نوم یو هلته سر ورسره خوړلی یوه نومان په دغه یوه نورو نوماندانو به په دغه یوه صندوق کې څلور پنځه شپږ رایې اخیستې وې مګر یوه مشخص نومان به په دغه صندوق کې دوه نیم سوه رایې اخیستې وې یعنی د ده ټولو ماکلینو نومونه احمد وه بل یوه به بیا دوه سوه رایې یا پنځوس رایې شپېته رایې اخیستې یعنی د دوی د ټولو نوم په دال د ده د ماکلینو ټولو نومونه په دال باندې شونه یعنې داود وه یا داد محمد وس دا مشکلات د تیر مشکلات د نه دي کله هغه بایومټریک علی وي هغه کو چې دا غوته پر کښېږ دي چې دا غوته پر کښېږ په یوه دي کاکه موږ الته اسنادونه مودل ته ورته راوړل په یوه دي کاکه شپې ته راي استفاده سوي وي دا مو ټول ورته راوړل چې تاسو وګورئ چې په یوه دي کاکه شپې ته راي سوي بل بایومټریکونه ورکس ولا په هغه بایومټریکونه کې په هغه بایومټریک باندې چې په ولسوالۍ کې رای استفاده شوی په هغه کې په ښار کې په هغه کې په کلی کې یعنی په یوه بایومټریک باندې شپږ ځای رای استفاده شوی شپږ سره ورکه مو ورته چاچو بیا هم څوک د دې جرم په خاطر باندې دغه له مجازات اوس ما سره دا سوال دغه ټول شان اولس په خپل سترګو باندې ولیدل زه هم د آزاد او شفاف او قانوني انتخاباتو په رامنځته کولو کې د حکومت د طالبان هر څوک چې دایروي زملاتړ هم همکار هم ورسره خدای خدمتګاری ورسره کوم
مګم آیا کمیسون د انتخاباتو ماته د شفافو ټاکنو د دریولو تضمین او اطمینان راکولی سي؟ بلکل علی اس د ټولو نوماندان غیر قانوني کمپاینونه کوي او دوی ادي اقل یو جریمه نه ده ورته ایښې، ادي اقل یې په مورد کې یو اعلامیه نه ده ورکړې. اینجا دا معنی لري چې یا خو دوی مدیریت نسي کولی، یا یې وړتیا نه لري، او یا دوی مستقل نه دي. د دغه درو څلورو خبرو څخه حتمن دي. زه په دې باور باندې یم، لکه دا اوس چې د ځینو نوماندانو پر خوله باندې شروع کړي دي چې دوی وایي چې انتخابات به شفاف نه وي او انتخابات به د بحران خواته ورسي. ته ما مخکې چې عرض وکړې چې دوی رښتیا وایي، ځکه چې دغه دوی دي چې درغلۍ کوي، دوی دي چې تکلف کوي، دوی دي چې انتخابات د بحران خواته بیایي. دا اوس هم ځان ته بانه جوړوي، دا اوس هم ځان ته د ګریز لار جوړوي چې سبا په پراخه پیمانه باندې دوی درغلۍ وکړي، او بیا یو ځل بیا لکه حکومت وحدت ملی د افغانستان نافذه قوانین، د خلکو ارمانونه، د خلکو رایه، د مصلحتونه قرباني کړي. که دا رقم اوسې، که دغه اصلاحات مخکې تر دې، هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې تکلف کړي وو، هغه ډي اس پیان دي، مامور د محل دی، رئیس د محل دی، یا کارکوونکي دي، که هغه دا فلټر نسي، او هغه کوم کسانو چې فساد کړي دي، درغلۍ کړي دي، هغه بلاک لیست ته ور ونه لویږي، او د دوی د غیر قانوني کړنو په خاطر باندې دوی مجازات نسي تر څو د دوی د اصلاح او د نورو د عبرت سبب وګرځېږي، که دا کړنه ونه سي دا انتخابات بودیم. حتی همین کمیشنران خودشان تاکید میکنن آقای سهلاب که همین افراد تصفیه نشدن، افرادی که ملبس بودن با اینمی ادعاها یا با اینمی تقلب اینا، اینا واقعا یعنی میگن تصفیه نشدن، دوباره معرفی شدن، یعنی به منصبای بالاتر در کمیسیون رفتن. این خودش نشان میده که هیچ گونه اصلاحاتی مد نظر گرفته نشده. مثلا این حرفی نیست که من بیان میکنم، یکی از کمیشنران کمیسیون کمیشنران ندی داد زد شاید ثانیه در تناستم زد خبر زد خبر زد در تکوما زد در تمام هغه خلکو چې تکلب کړي او هغه د دې پلا په لاشه مهارت باندې په یو غټ جرأت باندې په یو غټ روحیه باندې د کدی په دې باندې پویږي چې دلته په افغانستان کې د چور شپلاکه په انتخاباتو کې د چور شپلاکه وهل سوی د غیر قانوني بودن او د دې شپلاکه وهل سوی او هیڅ څوک نشته چې دلته د چا زموږ څخه پښتنه وکړي. نو زه چې هر څه کوم زما لاس هم آزاد دی، اول ته خلک هم ځیګر ورته ټکوي، اطمینان ورته کوي چې ته وینې زما په نفه باندې تکلب او درغلۍ وکړه، هیڅوک دې نشي رک. او دا دغه هم سوله د لمر پرکم باندې روشانه هم سوله. تاسو وګورئ په تیرو انتخاباتو کې په کندهار کې څو نفرو په درغلۍ کې لاس درلودی، موږ مستقل مستند ویډیوګانې ټوله ورته راوړې کمیسیون، هغه صفا ویله، هغه مامورینو صفا ویله، ولکه ما ته لاس راوړي زه څارنوالۍ ته معرفي سومه، تر رئیس تر کمیسیون د انتخاباتو رئیس تر کمیسیون د شکایاتو پورې ټوله په لاس ورکومه. مستند یې وایس میسیجونه چې موږ ته هدایتونه کړي دي چې د پلاني په نفه باندې درغلۍ وکړه، موږ یې وایس میسیجونه کوي. تاسو باور په خدای وکړئ، هیڅوک یې د بیر د دغه دغه څخه چې د هغو څخه یې وایس میسیجونه وه، د دغه ویرې څخه هیڅوک د هغو څخهوالۍ ته معرفي دوباره به شما برمیګردم انشاءالله. تشکر میکنم آقای خلیلی. به نظر شما مثلا آنچه که مثلا کمیسیون میگه تنها بودجه را مطرح میگنن، حکومت هم تاکید داره که ما خب بیشتر بودجه کمیسیون انتخابات را هم اونم از بودجه وسط سال، خب بودجه هم سند تقنی نیست که یک سال یعنی باید در اول سال یا در شروع سال یعنی تصویب شوه، حالا نمایندگان هم به یعنی رخصتی تابستانی میرن، این بودجه را پاس کرده از در کابینه. حالا به نظر شما تنها بودجه میتونه مشکل بر سر راه کمیسیون انتخابات باشه، یا هنوز مسائلی است که تا اونا حل نشه واقعا یعنی ما به این باور باشیم، مردم افغانستان به این باور باشن که امین انتخابات یک انتخابات شفاف نیست؟ مثلا ادعای دیگه که مثلا شورای نامزدان دارن، بیشتر از 12 نامزد یا 13 نامزد، میگن که حکومت از مثلا تیکت های انتخاباتی که دو جانب حکومت هستن از چیزای حکومت استفاده میکنن، از منابع حکومت برای بنفع خود کمپاین میکنن. واقعا اینا را اگر برطرف نکنیم چگونه باورمند به همین پروسه انتخابات باشیم؟ این انتخابات یعنی به معنای هیچ دیگه. خب ما تجربه که گذشته هست مسئله بودجه چالش بسیار جدی نبوده، در گذشته هم که بودجه‌ای که برای کمیسیون بوده کمیسیون‌ها بوده کامل تمویل بوده، از ناحیه مالی مرفوع بوده ایشون، اما دیدیم که چیای گسترده‌ای در اونجا رخ داد.
گپ اساسی و بنیادی هست که کمیسیونایی که میان بعد مسئولانه بیان برخورد بکنن و کارهای خانگی خودشون انجام بدن، پیش مقدمه هایی را که نیاز برای بودجه نداره که نمیان در تایی که به انتخابات ها میرسن چه کارها را بعد انجام بدن، اینو رو بعد انجام بدن، اینو بعد یک لیست پیش خودشون یک چک لیست داشته باشن که برای اون چک لیست پیش برن و به مردم پله به پله مردم بگن که ما تا اینجا رفتیم رسیدیم. گپی که در اینجا هست، ما در گذشته کارت های رای دهی بود که 21 میلیون کارت رای دهی توزیع شده بود، همین کمیسیون توزیع کرده بود. بعدش هم اومد استیکر هایی که در دور انتخابات پارلمانی که شاهدش بودیم دهی اومدن 19 میلیون استیکر اومدن آوردن چاپ کردن آوردن و اینا همش از پیش مردم درز نکرده، اینا از پیش حکومت همین استیکر هم خرید فروخت شدن تبادله شدن، دست کمیسیون ها بوده و دست همین کمیشنران بودن، دست همین کسایی که مدیریت میکردن این پروسه را به اختیار زمیا بودن. اگر اینا این فساد هر زمین جرخ میده، بعد میان اینا کار بسیار ساده و بسیط است که در طی 18 19 سال ما نتونیم یک فهرست نتونیم تکمیل کردن، این بسیار شرم‌آور است و میلیون ها دلار هم در اینجا بیاد هر دوره میان مصرف میشه و اینا حتی اقل کارشون که میگردن بیامدن که همون که وکیل صاحب گفت اینا میتونن یک فهرست میآوردن نشان میدن که به شکل ولایت در 34 ولایت افغانستان میامدن میگفتن که در هر ولایت دای تعداد ما واجد این شرایط رای دهی داریم، بعد اینا میرفتن به مراکز رای دهی مشخص میکردن که در هر مرکز رای دهی چند محل است و هر محل اینقدر چه داره رای دهنده داره و اینا رو میرفت فهرست میرفتن محل از لحاظ قانون اینا مکلف هستن، وظیفه ابتدایی و اولیشون برای انتخابات همیست که میتونه شفافیت قطعا تامین بکنه که اینا بیان این فهرست ایجاد بکنن، این فهرست به ولایت وار بعد برای هر ولایت ولسوالی مجموعه آرا را بیان مشخص بکنن، بعد بیان مراکز را بیان مشخص بکنن، بعد در دوران مراکز محلات را بیان مشخص بکنن، برای هر مرکز محل چند محل است هم زنانه هم مردانش را مشخصا این لیست پیش از فاصله انتخابات ماها قبل بعدی را در اونجا اعلان بکنن به مردم برن ببینن خودشان را در اونجا، این شفافیت اونجا بعد اینا دیگه لیست بردن در جای دیگه نمیشه تجزیه و تحلیل کرد جز دهمو محلات دهمو مراکزی که مردمش ثبت نام کردن. این که بسیار مشکل دشواری نیست که اینا انجام بدن که متاسفانه در هیچ دوره از دوره‌های کاری این کار انجام ندادن. ما بازم برمیگردم به انتخابات 2014 که خیلی خوب بوده در اون دور با وجود همه نابسامانی‌هایی که در اونجا بود داخل یک فهرست وجود داشت، شما در هر صندوق میرفتید یک فهرست وجود داشت، انتخابات متقلب‌تر از سال 2014 را ما باید داشته باشیم. دقیقاً ما نابسامان ترین انتخابات بعد از بعد میتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه اونجا امی رابطه‌ای که در اونجا بود، کارهایی که در اونجا بود، اونجا قطع شد، از اونجا استفاده نکردن اینا، کل کارهای از اون غلط نبود، خیلی از مسائلشان درست بود. تعدد انتخابات ها هم خودش یک چالش دیگه است و این مکانیزم مثلا یعنی راه حل خواهد داشت که حالا مثلا بتونه کمیسیون از آدهش برای خب تعدد انتخاب ما خیلی چی نیست، ما وقتی یک فهرست داشته باشیم، ما وقتی کارشیوه ها و طرز عمل های رو به داشته باشیم میتونیم دیگه از هر به هر انتخابات میتونیم استفاده بکنیم. متاسفانه در هر وقتی که انتخابات میاد اینو همه اینو تغییر میکنه، فهرست تغییر میکنه، عمدی تغییر میکنه. در انتخابات ما در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 2014 در درون جریان کار چی آمد کارشیوه ها رو تغییر میداد، هر روز طرز عمل ها تغییر میکرد در حالی که قانون اجازه نمیده که در جریان کار انتخابات هیچ طرز عمل و هیچ کارشیوه ایجاد شود، همون که ایجاد شده هم باید باشه، هر روز فرداش یک چیزی هم تغییر میکرد، هیچ کس صدای خود نمیکشید، هیچ کسی چیزی نمیگفت، اینا رو میامدن حمایت میکردن، میرفت مردم اعتراض میکردن، اعتراض میکردن که دیروز ما به یک شکل کار نمیدید داشت کرد، اما امینایی که میره کار میکنن نمیکاره کرده رایستن، اینا چرا به مردم نمیان بگن که ما را کس اجازه نمیده یا اینی که ما این کارا را تواناییش نداریم، چرا مردم دیگه را بگیرن، چرا از بیرونی ها را کسانی که دنیا امروز انتخابات در دنیا گپ بسیار معمولی و عادی است میتونن از افراد مجربی از بیرون بیارن استفاده کنن، اونا بیان روش ها را برشان درست برشان تمرین بکنن که بگیرن و این که اجتماع چرا صورت میگیره که ما یک کسی که سالها میاد کار میکنه او در پشت دروازه است و یک کسی که هیچ اصلا امروز اومده، شما نمی گزینیش که همین شد افرادی که معرفی کردن عذاب جریان ها همه اومدن رفتن، کس اومده نشد، کسایی که مجرب ترین ها بودن خوب به انتخابات نفهمیدن، اومدن نشدن که خدا به اینجا بیان نامزد بکنن، چرا بیان ثبت نام بکنن، میفهمیدن که پروسه شفاف نیست، میفهمیدن که افتضاح است، خود سرنوشت دیگران رو دیدن دیگه چی شد، کسایی که همه واقعیت ها رو میومدن میگفتن همون رفتن به زندان، کسایی که اگر تقلب میکرد اونا میادن بالانشین میشدن، اما شما ببینید در درون حکومت وحدت ملی کیا میان که اینا کسایی هستن که متقلب ترین انسان هستن، جهلکار هستن، اینا رفتن پروسه ملی رو بردن به چیزای مردان کشیدن، اونا در صدر مجلس میشنن، اینا حوال گپا رو اینا میزنن، پس در درون حکومت هم همه مهندسی را و همه چالش هم به انتخابات را همینا میکشن،
و در پالوی در بیخ گوش رئیس جمهور، در بیخ گوش رئیس اجرا همی هستن، همی حرف میزنن، همی برنامه میتن. این آقایی که اومدن رفتن دیروز رفتن یک روز به انتخابات کار نکردن، هیچ سرش فکر نکردن، اینا چطور میتونن که با یک کار پروسه بسیار با این همه سختی و دشواریش اینا مدیریت بکنن؟ این مدیریت کسای دیگه میکنن یا شرافتمندانه بعد استعفا بکنن؟ همین که به کمیشنر قبلی گفتیم که ما آقای صیاد منار که گفتم ما آقای صیاد تو حق نداری کسی را محروم بکنی از رای دهی. برای کسانی که تازه میان، تازه واجد شرایط میشن، با چی برنامه داری؟ میگه که آقا شما اگه هر روز میرین گپ میزنین، آقا این حق گپ میزنین، خود تو باید پاسه باید، تو باید خود آماده بکنی به این مسائل. اونو این نمیتونستن که خودشان با چی بگیرن، با این لازم میتونن بگوی همین آقایین که فعلا هستن بهترین کار برشان نیست که شرافت مانده رو بیان استفا کنن، بیان کنار برون، یک پروسه میره به افتضاح نکشونن، بیان رهبران رو به چالش بکشن که اجازه ندن که در برابر برای مردم بخاطر بازش ها و مرد اینا رو بیان تعدد چقدر به چالش خواهد کشیدم این خب تعدد انتخابات ها تعدد انتخابات ها مشکلی نداره. ما در دو تا سه تا انتخابات هم همزمان برگزار بکنن، نه تنها این چالش نداره که این میتونه که شفاف ترش بسازه و تفکیک، به خاطر که فرصت هم خیلی کوتاه است، تفکیک این انتخابات پیشرو با انتخابات های گذشته چقدر است؟ آیا حساسیتش بیشتر نیست آقای خلیلی و اینکه حالا مشکل باشه که تفکیک بکنیم که مثلا این انتخابات یک انتخابات است که یعنی چالش های بیشتر داره از انتخابات گذشته و حالا آمادگی های بیشتر باید داشته باشیم؟ ما دقیقاً کسی که حکومت همونطوری که در گذشته در مسئله انتخابات دخیل بوده، مداخله کرده، حکومت ها را به انتخابات ها را به بیراه برده، حکومت کرده، همالی هم شدیداً این مسئله وارد است و انتخاب هم که نامزدان میکنن همین مسئله است. و ما شما دیدین، شاهد بودین که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 2014 اینمی مشکل جدی همی بود که در چند میلیون رای آمد باطل شد. ای از کجا بود؟ کی آورده بود؟ کی به ای آمد؟ کی مسئولیتی از این آمد به دوش گرفت؟ آلم با همی نابسامانه که وضعیت به همی شکلی که پیش میره هیچ فیرستی وجود نداره. شما چه میدانید که چند میلیون رای بیا وارد شود؟ این را باز که سر رنده سر جدا میکنه. این نگران نیسته. نگران امسا جدیسته. دیروز به این حد هم حساس نبود که امروز حساس تر شده. پیش بینی شما چی است آقای خلیلی؟ خیلی کوتاه. که ما باورم است که دو مسئله بسیار مهم فعلا در چی بر مردم افغانستان به هر دوش امیدوار است. یک انتخاب امیدواری دارن، یک انتخابات است، یک پروسه است. اگر دولت مردای افغانستان بیشتر اگر تمرکزشان روی پروسه صلح باشه بهتر است که تا یک انتخاباتی که نتیجه نداشته باشه. خیلی سپاسگزارم آقای خلیلی. آقای سهلاب، آخرین پرسش از شما و پرسش جمع‌بندی برنامه، واقعا آنچه که آقای خلیلی چشماندازشان را گفتند، یعنی با توجه به امین مکانیزم روند و مشکلات و مثلا صدهایی که سر راه برگزاری انتخابات موجود است و صلح هم اینی حالت دارد، چی فضای بین‌المللی را شما حتما آگاه هستین و چی در درون افغانستان، این تنها ریاست جمهوری یا ارگ است که تاکید میکنه که باید انتخابات برگزار شود قبل از پروسه صلح و میگه که صلح و انتخابات متمیم یک دیگر هستن، همین اصطلاح را استفاده میکنن. اما طالبان و روحیه جامعه جهانی، شماری از سیاسیون در افغانستان باورمند به همین حرف نیستن، میگه باید قضیه صلح یک طرفه شود و بعد انتخابات برگزار شود. شما طرفدار کدام یک هستید؟ پس و گوری زخبل ما مخکم در طویل زیو در قسم در جمله چه خیمت شده تپلسی و جگری قربانی ما تا صلح اولویت لری پا در تپلسی و جگری که می پلر شید سوی خور می شید سوی در ورور می شید سوی دی او زخبل چو ور زخمی سوی در کورانی نور غری می شیدن سوی دی او دس پر چلر ویش ساعت که پسلها و کسان زما ورون و خوندی شیدن یعنی در اسلام در مبین دین در احکام مرکز د یو افغان په صفات باندې او د اونسته یو استاد په صفات باندې ماته صلح اولویت لري. امیدوار په دې خاطر باندې ماته سو ګوري که تاسو په یاد وي چې حکومت د طالبان حکومت د منځ څخه تللی خلیل زاد صبراغ د منطقې او پرامنطقې په سطح باندې یو اوکړه ته دوی سره ورسېدل، بل اخر دوی راغله د پاکستان د لارې څخه یا د ځین نور مملکو د لارې څخه او دلته د طالبان حکومت په دې رسنې باندې د منځ څخه وي هیمی سناریو په د بل رقم باندې اوس شروع ده. تاسو وګورئ د څو میاشتو رئیس خلیل زاد صاحب د منطقي او پرامنطقي پر یو ودونو باندې ګرځي او یو اوکړه ته سر رسیدلی دی چې په افغانستان کې نور باید دایمي صلح او ډاډمن امنیت راشي. دا ماته یو امیدوار کنه. د بل خوا څخه د طالبان نرمي
چې په دغه اخیرو مجلسو کې طالبان نرمي ښویلي او دا چې دوی خپله اوس دا د اعلان کړی دي چې تر صلحې د مخه څخه دې انتخابات نه کېږي، یعنی دې ته ژمن دي چې هم صلحه باید وکړي هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او تاسو باور وکړئ که په انتخاباتو کې طالبان ګډون وکړي دوی به ډېره ستره رایه د ولس ته پورته کړي، ځکه چې په اکثره ساحو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي په هغه ځای کې هغه ولس ځین راضي دی او هغه ولس د طالبانو په خوله باندې رایه ورکوي. د شهرن که نیم ولس په ښارو کې پراته دی نیم ولس د ښار څخه د باندې پروت دی. حالا بحث این است آقای سلام که اینا انتخابات را قبول ندارند، دموکراسی را قبول ندارند. واقعا کنار دموکراسی خو یو اصل دی کنار میان به این مسئله اونا حکومت اسلامی تاکید کردن در همین مشکلات نورم است. یوازې خو هغه د طالبانو ګواښ نه دی. زه یو استاد څخه یو پوښتنه کوم د یو ځوان په صفت باندې، که طالبان ګواښ وکړي چې موږ د انتخابات مراکز په ښار او په ولسوالیو کې باندې عملی کوو او زموږ تر تهدید لاندې دي، ولس دې خبر وي چې هر څوک ولاړې خون یې خپل په غاړه دی، چې ولس دې خبر وي او په 15-16 ځایو کې انفجارونه او انتحار دا وکړي، تاسو به بیا خپله د یو لوس ځوان په صفت باندې ورسې خپله رایه به هلته استفاده کړي. دقیقاً آقای سلام، حکومت افغانستان میگه ما امنیت انتخابات هم میگیریم و این تاکید طالبان همیشه بوده که ما نمیگذاریم انتخابات برگزار شود و طرفدار همین نظام نبودن. این واقعا انتخابات برگزار شده. زمون بحثم پرده بنده دی چی حکومت وحدت ملی پا کمو زیو که ده انتخابات برگزار که او پا کمو زیو که ده انتخابات و ده مراکز چیری دایری او پا کم زیو که دوی امنیت نیسی آیا ده دی توانای و ظرفیت دوی لری دقیقاً بحث اساسی بله خبره دا ده چې مخکې تر دې چې موږ انتخابات ته ولاړ شو څو مهمې نکتې نورې مخکې تر انتخاباتو دي. اول باید په کمیسیونو کې په مطلق ډول باندې اصلاحات راسي، هغه باید خپلواک سي مستقل سي، هغه باید د آزادو او د احساسو وطن دوست وطن فرستو کسانو دي پکښې وګمره په افغانستان کې قحط الرجال نه دی، ولس کاله مخکې افغانستان نه دی، اوس په هر بخش کې چې ته مسلکي وغواړې موږ په افغانستان کې هغه په هغه بخش کې مسلکي بالاخره رای حل چی اس آقای سلاب چن فرصت کوتاه است رای حل دغه دی په درغلی باندې تورن اوس نه دی لازم په درغلی باندې په تیرو ترغلی باندې تورن دادی په لکه او رای دلته باطل سولې مګم په دغه درغلی چا وکړلې په تور باندې یو نفر و زندان ته ولانړی دا هر چا چې درغلی کړي په تیرو انتخاباتو په هر انتخابات کې درغلی کې چې اسناد پر مستند دي د خیانت ملي چوندا یو ملي پروسه ده، په ملي پروسه کې خیانت کول خیانت ملي دي، هغه باید د خیانت ملي په اساس باندې وعدلی او قضایي ارګانو ته ورته معرفي سي او ټول افغانستان ته معرفي سي چې دا یو خیانت ملي دي. بل د ولس د اعتماد د ترلاسه کولو په خاطر باندې باید کمیسون به طرف وي، مستقل وي، جدي وي او قاطع او مستقلانه پیسلی ولري چې دا وسیله لري. بل د انتخابات او کمیسون او د سم شکایت او کمیسون باید ولسته اطمینان ورکي او ولسته اطمینان باید ورکي چې دغه انتخابات نه مهندسي کیږي، دغه انتخابات شفاف دي، دغه انتخابات و بحران ته نه ځي، دغه انتخابات نهایی نتیجه به په میاشتو میاشتو باندې نه ځنډیږي او دا اطمینان باید دا د کمیسیون د انتخابات د حکومت وظیفه مسولیت او مکلفیت دی چې ولس ته دا اطمینان ورکړي تر څو ولس د شفاف او قانوني انتخابات تر څو ولس په دې باندې مطمئن سي چې زما رایه رنګ راوي، زما رایه تضمین سوې ده، زما رایه زما راتلونکې ده او زما رایه زما د ایواد راتلونکې ده. زما خپل رای سپاته کوم اوس خو چې دا چا څخه پوښتنه وکړي ورته وایي زه خپل رای ورکوم، بالاخره قوانین د مسلحتکې زما رایه هېڅ ارزښت نه لري، ناکه په ناکي باندې ولې خپل ځان ته روحي او جسمي او ذهني تکلیف پیدا کوم، خپل ځان په ګواښ کې اچوم او چې هلته ورځم هم ښه په دې پوهېږم چې زما رایه نتیجه نه ورکوي او یو بله عذاب هم ځان ته جوړوم او کورنۍ ته جوړوم او هېواد ته جوړوم. سپاسگزارم از حضور شما آقایان، آقای سید احمد سیلاب عضو مجلس نمایندگان، آقای برهان الدین خلیلی آگاه مسائل انتخاباتی و تشکر از شما بنده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. بقیه وقت خوش، خدا نگهدار.